بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين الحامدين على ما أنعم علينا من هذا الشهر الكريم ووفقنا لصيامه وقيامه، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأولين والآخرين حبيب رب العالمين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام الميامين وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هموطنان عزيز، بینندگان و شنوندگان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با لطف و توفیق خداوند، فردا روز یک شنبه 24 می 2020 و اول شوال 1441 هجری، روز اول عید سعید فطر است. عید سعید فطر در انجام یک رکن مهم اسلامی که او گرفتن روزه ماه مبارک رمضان است، شرعا برای مسلمان ها و برای روزداران و برای جهان اسلام و تشریع شده. هر دو عید، ما در اسلام دو عید داریم، یکی عید سعید فطر و دیگر عید سعید اضحا. هر دو عید در پایان انجام یا در خلال انجام یک رکن از ارکان پنجگانه اسلام است. ما عید سعید اضحا در خلال انجام رکن حج صورت میگیره و عید سعید فطر در انجام روزه ماه مبارک رمضان همیشه واقع میشه. و فلسفه هر دو عید، البته شکرگزاری در برابر انجام یک نعمت بزرگ که او انجام یک رکن اسلامی است، شکرگزاری به بارگاه پروردگار و ضمناً تجلیل و خوشی و مناسبت خوشی در برابر انجام این نوع مکلفیت بزرگ اسلامی است. عموماً انسان در پایان انجام یک کار مهم احساس خوشی میکنه در مقابل ازو، و شریعت اسلامی همین زمینه را مساعد ساخته و این خوشی را ما با عبادت و شکران خداوند به جا میاریم. و این هم برای اینکه جلو ریا و غرور و تکبر گرفته شود، اسلام دائمی که خداوند در برابر فتح مکه و وقتی که خداوند فرمود اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. اگر این فتح بزرگ نصیب شما شد و مردم جوقه جوقه و افواج مردم به دین اسلام داخل میشه، در این وقت خداوند میفرماید که شما تسبیح خداوند بگوید. ای تو فکر نکنید که شما به یک غروری، به تکبری که بگوید که من فتح کردم، من ای کار کردم، ای احساس پیشتان نشه. مگر توفیق خداوند امرای شما بود، کمک خداوند امرای شما بود که به این نتیجه رسیدین. و از این لحاظ اول شما تسبیح خداوند، ذکر خداوند بگوید و استغفار خداوند بکنید، از او طلب مغفرت بخواهید که تا هیچ شک و شبهه شکوکی
در این عملی که انجام شده باقی نمانه. ما امروز در عین موقف قرار بگیریم. الحمدلله یک رکن بزرگ اسلامی را انجام دادیم و روزه ماه مبارک بخیر به عدد کامل 30 روز تکمیل شد و جهان اسلام به اتفاق هم امروز به روز 30 روزه مبارک رمضان را میگیرند و فردا بخیر در تمام جهان اسلام عید سعید فطر است. بدبختانه امسال عید سعید فطر او کیفیت و لذتی که در هر ساله می داشت و هر ساله مسلمان ها در عیدگاه ها بیرون می شدند و اجتماعات بزرگی از مسلمان ها می بود و همدیگر را به آغوش می گرفتند و صمیمیتی تبریک عید و اینا را مستقیم انجام می دادند، متاسفانه به خاطر یک بلای عام جهانی که فعلا جهان با او مواجه است و با او در با او گرفتار است، او این مریضی که از ویروس کرونا نشأت کرده، این عذری را برای تمام بشریت و مخصوصا برای مسلمان ها یک عذری ایجاد شده که ما مکلفیت های شرعی خود را به قسمی که او تشریع شده او را انجام داده نتانه و الحمدلله باز در چون در دین ما ان الله یرید الیسر ولا یرید بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یعنی خداوند فرموده که الله به شما آسانی را میخواهد نه سختی را، سختی را نمیخواهد. عموما مکلفیت های شرعی متناسب است با اندازه توان شخص مکلف. یک شخص نماز را کامل استاده و در مسجد و به جماعت اینا میخوانه، یک شخص دیگه و نشسته میخوانه، یک شخص به حالت خواب و تکیه میخوانه، یک شخص به اشاره میخوانه. هر کدام از این نظر به حالات هر شخص، روزه همچنان یک شخص مریض را افطار میکنه، مسافر افطار میکنه. همه قسم ما در مسئله نماز جمعه دیدیم که مساجد بسته شد، متاسفانه نتانستیم در مساجد نمازهای جمعه خود ادا کنیم و به نماز پیشین که او فرض دائمی است و او ترک نمیشه او را ادا کردیم. و عید ما هم متاسفانه به زیر همین شرایط با او شکل ما عید را تجلیل میکردیم او شده نمیتانه، مگر این عذر است و ما به این کدام مسئولیتی نداریم و کاش که این حالت نمی بود و امیدوار هستیم که سالهای آینده یا اعیاد آینده ما این حالت را نداشته باشیم و اعیاد را با مو زیبایی و با او چیز و مخصوصا با یاد ما که همیشه در این مسجد مبارک توحید در سندگو ما اطفال عزیز را، اطفال با این لباس های مقبولی که اونا می پوشیدن اینا را با آغوش می گرفتیم و اینا را به تبریک می گفتیم به اینا و همیشه ما با پدرهای زینا در خلال گفتار متواضعی که می داشتم می گفتم که از این اطفال ما دو چیز را یاد بگیریم، یکی همین صفایی ظاهر و باطنی که خداوند اینا را پاک خلق کرده و هنوز اینا گناه نکرده، باطن ظاهر زنا مقبول شده و باطن زنا مقبول شده. خداوند ظاهر باطن ما و شما را همه قسم پاک بسازه. و یک چیز دیگه که ما مکلفیت داریم به تربیه زنا و به اهتمام به اینا، مگر یک چیزی که از اینا باید ما یاد بگیریم او راست گفتن است. این اطفال ما که در اینجا پیدا شده اینا دروغ نمیگن، دروغ نمیگن. اگر تلفن به خانه بیای و بابیش بگوی که پدرم نیست، بازو میگه که پدرم گفت که بگوی که پدرم نیست، راستش نمیگه. هیچ وقت اینا دروغ نمیگن. دروغ ایر ما از این اطفال باید یاد بگیریم. متاسفانه این مناظر امسال ما نداریم، ما از این محروم هستیم و در وطن مظلوم و بیچاره ما بدبختانه ای عذر و ای حالت مشکل جهانی که پیدا شده
در وطن ما این مشکل چند اضافه تر است و این که مردم ما بدبختانه همی کرونا را بسیار جدی نگرفتن، بازارا پر است و بیاج پر است، به خاطر که اونا به کرونا شدیدتر از این عادت کردن، به کرونا شدیدتر از این گرفتار هستند. اونجا جنگ است، اونجا کشتار است، اونجا خون است و اونجا گرسنگی است، اونجا بیچارگی است. یک تعدادی از تعیش و تجمل و ثروت و تمول اونا به عذاب شدن و اونا حیران شدن که این پولا را در کجا نگاه کنن، چرا بانک‌ها خبر میشه اینا چطور کنن. و اکثریت و 90% مردم ما به گرسنگی مواجه هستن، به نداشتن امنیت مواجه. حالا برای بعضی ها گفتن بسیار رقت‌آور است، بسیار فجیع است، گفتن چرا به خانه نمیری که اینجا تو را اگر ویروس بگیره. گفت به خانه خود برو که همراه اطفال یک جای از گرسنگی میمرو، اینجا خوب است، اگر من مردم یک چیزی را پیدا میکنم برای اطفال خود میبرم. این یک حالتی که ما در کشور خود داریم. این حالت از حالت عمومی دنیا از کرونا از اون کده بدتر است و از همه بدتر این که ما در اونجا یک زعامت ملی اسلامی مکلف و قانونی که خود مسئول بدانه، یک زعامت مسئول در برابر مردم بدانه و ملت ما امو تمامیت ملی را داشته باشه، یعنی وحدت ملی را داشته باشه. از تمام از این مزایا ما محروم شدیم، متاسفانه به یک حالتی هستیم که غیر از اینکه دعا کنیم که خداوند کریم این بلا را، این بلاهای متعددی که سر مردم ماست و سر اکثر کشورهای اسلامی است، مثل ما مردم فلسطین به عین حالت دچار هستند، مسلمانهای دیگه به عین حالت دچار هستند و دنیا فعلا بدبختانه به طرف یک جنگ روان است. این حالتی که بین امریکا و چین ای روز بروز شدت پیدا میکنه و تهدید جنگ از او احساس میکنه، این خداوند کریم به لطف خود اول حالت جهان و بشریت را به لطف و کرم خود به طرف به صلح و آرامی هدایت بکنه و سه و نعمت صلح و آرامی را برای تمام بشر و مخصوصا برای مسلمان ها عنایت بفرمایه. یک سوالی که به مردم ما و تشویش انداختن که نماز عید چطور میشه، نماز عید البته مردمان مالکی مذهب در نظر در مذهب حنفی ما نماز عید واجب است و تکبیر و اونجا خطبه هم واجب است و در مذهب مالکی این سنت است، یعنی سنت یک چیزی مثل اختیاری وارث که یعنی خوب است که آدم او را انجام بده و اگر نشد مثل ترک الزو، مثل ترک واجب واره نیست یا ترک فرض واره نیست. اونا گفتن که خواهی یک سنت است، پوشیدن لباس پاک و نمیدونم گرفتن غسل و خوشبویی و اینا هم سنت است، همین چیزها را در خانه شروع میکنن مسلمان ها، اما نمازش هم در خانه بخوانن. اونا همین را گفتن. مگر در ما یعنی فلسفه جمعه و عید او تجمع مسلمان هاست، تجمع هفتوار از یک منطقه بسیار کلان در یک مسجد بسیار بزرگ یا در مساجد متعدد و این تجمع را هفتوار ما داریم و تجمع سالانه یا در یک سال دو دفعه یک تجمع بسیار بزرگ. حتی رسول کریم صلی الله علیه و سلم ای را فرمودن که ایواز مساجد به ایدگاه ها برین شما، به میدان های بسیار بزرگ مسلمان ها و حتی کسانی که به مسجد یعنی میتونن که نبیاین در اونجا تشویق شد زنا به هر حالتی که باشن، گفتن که اونا را تشویق کنین که بره، اطفال در اونجا بره، یک تجمع بسیار بزرگ کلان باشه که در اونجا همین محبت به اجتماعی که بین مسلمان هاست او تمثیل شوه، مسلمان ها یک دیگر را ببینن و ای یعنی در حقیقت هر دوی از این نماز در ضمن جماعت های بسیار بزرگ باید ادا شود، هم نماز جمعه هم نماز عید و هر دوی از این خطبه داره. خطبه در بین خانه همراه یک چند نفر، وقتی خداوند به نماز
جمعه گفته که اذا نودی الى الصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله. اگر شما ندا را شنیدین برین به طرف ذکر خداوند، برین خوی برین. این رفتن خود بین خانه نمیشه، بین جمعیت میده، بین یک فاصله میشه و نامش. خود درست است که ما به زیر شرایط سخت و یک عذر قرار داریم. وقتی که برابر عذر ما روزه را افطار میکنیم، نماز قضا میکنیم در برابر عذر، و هر مکلفیت شرعی در برابر عذر تغییر میکنه. این هم یک عذر است. عذر وقتی که دیده ما خوانده نمیتونیم در بین مساجد بزرگ، در بین ایدگاه ها و اینا، این ترک میشه. مگر روز عید ما میتونیم در خانه خود تجلیل کنیم، در به وسائل دیگه که هست رو تجلیل کنیم، و به عوضی که نماز عید و خطبه را در بین خانه خود بخوانیم، یک دو رکعت نماز بخوانیم، شکرانه بخوانیم، دعا بکنیم، این کار را بکنیم، به خیالم که این مناسب تر است. و به می اندازه ما باز هم حلول عید سعید فطر برای هموطنان عزیز خود، برای مسلمانان جهان، برای تمام مردم صلح‌خواه و مردمی که اتحاد و اتفاق و محبت را می خواهند، برای زنا تبریک می گویم و خداوند عیدهای مکرری در حالت صلح و آرامی و عزت و کرامت برای مسلمان ها و مخصوصا برای کشور عزیز ما عنایت بفرمایید. والحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف المرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.